فریاد مرگ بر استبداد توسط دانشجویان شهر کرد، اعتراض خانواده‌های زندانیان در بندرعباس، اعتراض‌ها و اعتصاب‌های کارگری در تهران، خرمشهر، اهواز، سنندج و شهر کرد، اعتراض جمع کثیری از مردم تهران به گرانی میوه در آستانه نوروز، درگیری مردم شهرستان انار رفسنجان با مأموران سرکوبگر تعزیرات حکومتی. دانشجویان در خوابگاه آموزشکده فنی پسران شهر کرد شعار مرگ بر استبداد سر دادند. این حرکت اعتراضی روز پنجشنبه 22 اسفند ماه جاری و پس از آن انجام شد که کارگزاران رژیم آخوندی در این آموزشکده محدودیت‌های سرکوبگرانه و ارتجاعی را برای زندگی دانشجویان در خوابگاه ابلاغ کردند. این محدودیت‌ها شامل رفت آمد و نحوه پوشیدن لباس می شود. خانواده های زندانیان در بندرعباس در مقابل ساختمان دادگستری رژیم تجمع کردند و خواستار آزادی فرزندان در بندشان شدند. این حرکت اعتراضی روز دوشنبه 26 اسفند ماه جاری صورت گرفت. این زندانیان طی ماه‌های اخیر و به بهانه‌های واهی دستگیر شدند. کارگران کارخانه فولاد زاگرس در کردستان که بیش از یک سال است حقوق و مزایای آنها پرداخت نشده، روز یکشنبه 25 اسفند در مقابل وزارت کار رژیم در تهران تجمع اعتراضی برگزار کردند. کارگران معترض شعار می‌دادند: هیهات من نزله، الله اکبر، یا حسین یا حسین، و گرسنه ایم گرسنه ایم. کارگران کارخانه صابونسازی خرمشهر روز یکشنبه 25 اسفند در مقابل این کارخانه تجمع اعتراضی برگزار کردند. آنها در اعتراض به پرداخت نشدن 2 سال مطالبات عقب افتاده خود دست به تجمع زدند. جمعی از کارگران لوله‌سازی خرمشهر روز یکشنبه 25 اسفند در مقابل اداره کار رژیم در این شهر تجمع کردند و به اخراج خود از کار و پرداخت نشدن مطالبات و حقوق عقب افتاده خود اعتراض کردند. گروهی از کارگران کارخانه لوله‌سازی اهواز به همراه نمایندگانشان برای چندمین بار در ساختمان دادسرای ارتجاع در اهواز تجمع کردند و به پرداخت نشدن حقوق عقب افتاده اعتراض کردند. روز یکشنبه 25 اسفند ماه جاری تعدادی از کارگران کارخانجات شهر کرد که از اول دی ماه تا آخر بهمن ماه 92 بازنشسته شده اند در مقابل سازمان تأمین اجتماعی رژیم تجمع کردند. آنها با وجود 20 سال سابقه کار از حق بیمه و بازنشستگی برخوردار نیستند. کارگران شرکت راهسازی راهان پارس در سنندج در اعتراض به اخراج تعدادی از کارگران تجمع کردند. این دومین حرکت اعتراضی کارگران این کارخانه ظرف ماه‌های اخیر است. شرکت راهسازی راهان پارس وابسته به سپاه پاسداران است. جمع کثیری از مردم تهران در اعتراض به گرانی میوه در ایستگاه‌های فروش میوه یارانه‌ای که ویژه عید نوروز راه‌اندازی شده در مقابل اداره بازرگانی رژیم در تهران تجمع کردند. تعدادی از کسبه شهرستان انار در رفسنجان روز یکشنبه 25 اسفند در مجمع امور صنفی این شهرستان تجمع کردند و با مأموران سرکوبگر تعزیرات حکومتی درگیر شدند. روز جمعه 23 اسفند جوانان نجف آباد اصفهان خانه یک آخوند به نام حسین صبحانی را سنگ باران کردند. در حال حاضر 35 پرونده فساد علیه این آخوند جنایت پیشه وجود دارد.